سلام و درود به چنل یوتیوب یوسف باربر، خیلی خوش اومدین. دوستان عزیز، در این ویدیو به شما روش نخ انداختن یا همون بند انداختن برای خط ریش آموزش میدم. بیا جلو. لطفا اگر هنوز مشترک چنل یوتیوب ما نشدید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید که به محض اینکه ویدیوی جدیدی گذاشتیم برای شما بالا بیاد و شما اولین نفری باشید که این ویدیو رو تماشا میکنید. خب ابتدا یه مقدار بار عقب که دست من کاملا مشخص باشه. ببینید، بند انداختن من آموزش دادم چجوری روش قیچی رو شما بند بندازید، ولی دوباره آموزش میدم. اندازه 1 متر شما یک نخی رو جدا میکنی. حالا اگر نختون نازک بود میتونید این نخ رو دولایه کنید به همین شکلی که من انجام میدم. بی نزدیک. ببینید، اگر دست راستید روی دست راست ببندید، اگر دست چپید روی دست چپ، به این شکله که روی انگشت اشاره این نخ تاب میخوره و از داخل، ببینید به این شکل تاب میخوره، اینجوری تاب نمیخوره، به این شکل تاب میخوره و بعدش میایم سراغ شستمون، یعنی یه سر نخ روی انگشت اشاره و سر دیگه این نخ روی کجا آمدی؟ ریش است. اینم از داخل ریش است، از داخل به این شکل تاب میخوره. به این شکل. حالا دست چپمون میاد داخل بندمون و به این شکل سه دور میچرخونیم. به این میگن روش قیچی. این روش قیچی خیلی راحته، خیلی آسونه و خیلی هم تمیز در میاد کار. خب میخوایم برای آقا خط ریشش رو با بند بگیریم. به این شکل، ببین این پایین نخ که قرار خط رو در بیاره، به این شکل شستم رو ببینید روی نخ قرار میدم و این نخ پایین من ثابته، چون شستم رو روش قرار میدم و انگشتامو که از هم باز میکنم مثل قیچی میاد و موها رو از جا میکنه. قیچی برش میده، این مدل نخ انداختن چیکار میکنه؟ میکنه. خب کچ کن سرتو. بی نزدیکتر. میخوام قشنگ تار به تار موهاش مشخص باشه، این تار به تار ریشاش. بعدش هم میتونید روی گونه رو به همین شکل با بند تمیز کنید. آقا مهدی هم حسابی داره درد میکشه، ولی گفتم که یعنی خودش گفته حفظ آبرو میکنه و تو ویدیو صدای دردش به گوش نرسه، چون واقعا ریشش درشته و حسابی اذیت میشه. حالا یه مثالی دارن جنوبی ها میگن بکشو ما خوشگلم کنه. خب ایش اینه که خوشگل میشه. خب همونطور که میبینید ریش کاملا تمیز شد. حالا بعضی تارا چون بلنده دیگه شما نمیتونید با نخ درستش کنید. روی ریشه کوتاه میشه، روی ریشه بلند بعضی دیگه بلنده. باید بیاید با موچین دونه به دونه اینا رو صاف کنید. حالا بندو میذارم کنار، میام سراغ موچین. بیا جلوتر. آها عالیه. ببین با موچین خطو میخوام صاف کنم به این شکل. حالا من پشتش دست میکشم، ولی برای اینکه شما خیلی شیکتر و با کلاستری کار انجام بدید میتونید یه پنبه دستتون باشه و با پنبه صورت رو تمیز کنید، مخصوصا برای خانم ها. برای خانم ها که صورت رو بند میندازن رو با پنبه تمیز کنید، دست نکشید.
ببینید به این شکل، حالا این مقدارم اینجا رو بیشتر میگیریم. خب این مقدارم اینجا زاویه بشتدم، صافترش کردم، خیلی راحت یه خط صاف با بند در آوردیم و اون موهایی هم که دیگه نمیشد با بند به خاطر اینکه ریشش بلنده، ببینید این تار موها ریشا بلنده، خب تار موها بلنده دیگه نمیشد با بند، اومدم با موچین اینا رو در آوردم و تنظیمش کردم. خب روی گونه‌ش هم همونطور که دیدید با بند تمیز کردم بعدش. حالا این قسمت شقیقه هم میتونید با بند درش بیارید تمیزش کنید خیلی راحت، دوباره به همون شکلی که گفتم بندو مدل قیچی روی انگشتتون بپیچونید. این قسمت شم روی شست دیگه لپتو باد نکن برام، اینجا رو باد کن. نمیشه اینجا باد نمیشه. خب بریم قسمت شعیره. ببینید اینجا هلاله دیگه، درسته؟ میام اول اینجا رو تا این قسمت دست بردار راحت بشه. زوم کردی قشنگ؟ آره قشنگ زوم کن. خب این قسمت رو قشنگ با بندره بردم. حالا سر نخ میپوشونم. حد دقت کنید نختون داره کجا رو میگیره. اطرافش هم تمیز میکنم. ببینید خیلی راحت این قسمت هم در آوردیم. اینجا هم حتی میتونید شما با نخ بگیرید. برای کسایی که از تیغ استفاده نمی کنن، میخوان خیلی طبیعی به نظر برسه، خیلی صاف و صوف مثل تیغ نشه، شما میتونید با بند این کار رو انجام بدید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد و استفاده لازم رو ببرید. دوستان توجه کنید، من هر آموزشی میدم شما صدها بار باید اینو تمرین کنید. نمیتونید بعد از این جلسه مثل من بتونید انجامش بدید. نه. با شما روشش رو یاد میگیرید. با تمرین زیاد به اون ایدئال مد نظر خودتون و اون چیزی که دیدید میرسید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تا درود دیگر. بدرود. مرسی آقا مدید.